کاظم عطاری ما رو همراهی میکنه، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، وزارت بهداشت ایران به 3 شرکت خصوصی مجوز واردات واکسن کرونا رو داده. در این چند روزه هم زمزمایی هست برای اینکه واکسن باید براش پول پرداخت بشه. در حالی که در جهان داره به صورت رایگان واکسیناسیون انجام میشه، نمونهش هم اسرائیل، بریتانیا، این روش واگذاری واکسن به بخش خصوصی چه معایب و چه فایده هایی میتونه داشته باشه؟ اصولا در زمینه واکسیناسیون نگاه کشورها و نگاه دولت‌ها بهش یک نگاه استراتژیک هست، به دلیل اینکه واکسیناسیون علاوه بر اثر مستقیمی که بر ایمنی سازی در جوامع داره، اثر غیر مستقیم ولی باز بسیار مؤثری بر اقتصاد کشورها به خصوص طولانی مدت این تاثیر بیشتر خودش رو نشون میده. در تقریبا میشه گفت اکثریت قریب به یقین کشورها تمامی واکسیناسیون ها یا رایگان هست یا دولت ها تقبل هزینه میکنن یا شرکت های بیمه رو وادار میکنن که 100% هزینه ها رو بپردازن. اما در مورد واکسن کرونا این مسئله اهمیتش بسیار بسیار بیشتر از حتی واکسیناسیون های دیگر هست، به دلیلی که این مسئله بحرانی هست که تأثیراتش رو روی اقتصاد، روی فرهنگ، روی سلامت و روی تمام جوامع و جوانب زندگی های مردم و حتی کشورها داره دیده میشه و خیلی ملموس هست. و همین جهت وقتی که صحبت پول و پولی شدن این موضوع میاد، اونم در جامعه ای که واقعا داره به سختی روزگار میگذرونن مردمش رو و همزمان با این مشقت های اقتصادی باید دست و پنجه نرم بکنن، صحبت از این مسئله و پولی شدن این مسئله میتونه نگرانی های زیادی رو به وجود بیاره، به خصوص اخشاری که واقعا قادر به پرداخت اون نخواهند بود. و حتی اگر این رو به دو بخش تقسیم بکنن، کسانی که بخوان بخشی رایگان تو در واقع تحویل بگیرن و بخشی به صورت پولی، این شکاف طبقاتی میتونه تاثیرات بسیار بدی رو داشته باشه. البته استفاده از بخش خصوصی در واکسیناسیون اجتناب ناپذیر هست، ولی در بخش لوجستیک، در حمل و نقل، در تزریقات، نه در بخش تصمیم گیری و سودگیری از سلامت مردم به شکلی که ایران قرار هست وارد این مقوله بشه. آقای دکتر، به هر حال بحث واکسیناسیون در جهان همچنان خبرساز هستش. در بعضی از کشورها روند کندش خیلی خبرساز هست، مثلا هند رکورد آلودگی رو زده. با این بحث ناعادلانه توزیع شدن واکسن در جهان، چه چشم‌اندازی برای از بین رفتن این بیماری در دنیا میشه متصور شد؟ خب متاسفانه اونجوری که پیش بینی میشد تولید واکسن در دنیا اونجور پیش نرفت. برخی از شرکت ها حتی موفق نبودن در ساخت واکسن و نتونستن واکسن هاشون رو به مرحله نهایی برسونن. مسئله مواد اولیه و تامین مواد اولیه مشکل دیگه ای هست که الان شرکت های واکسن سازی باش دست و پنجه نرم میکنن و این باعث شد که مشکلاتی روی توزیع واکسن و برنامه ریزی و پلنی که داشتن وجود بیاره. در این حال نباید فراموش کرد که باز هم در همین شرایط روزانه داره میلیون ها واکسن تزریق میشه و همین باز نوید خوبی هست که روزهای خوبی رو در پیش داشته باشیم. به نظر میرسه علارغم همه این تنگناهایی که وجود داره، باز هم تا پایان سال جاری حداقل ما به مرحله برسیم که دیگه بیماری نتونه اون سیطره بلا منازعش رو بر همه جوامع داشته باشه و تحت کنترل در بیاد. هرچند همین الان هم موجهایی که داره ایجاد میشه در دنیا، البته بجز ایران، به زودی و به خوبی کنترل میشه. میزان مرگ و میرش، میزان عوارضش بسیار کمتر از موجهای قبلی هست و این نوید رو میشه داد که در روزها و ماها و در واقع فصلهای آینده شرایط بسیار بهتری رو داشته باشیم. کاظم عطاری ما رو همراهی میکرد، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا. سلامت باشید.